بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب آقای انصاری بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده دوست جناب عالی هستم، از اهواز زنگ میزنم. نمیشناسی؟ از اهواز آقا محمد؟ بله. بفرمایید برادر عزیز بزرگوار از اهواز. در خدمتتون هستم. خواستم از شما تقاضا بکنم با این آقای شریفی صحبتی بفرمایید. چه اشکال داره؟ حالا مردم بفهمند، حالا به قول معروف حق یه چیزی روشنه، اون حرف حقی میزنه، آدم دنبال حق، دنبال حرف حق هستیم. شما حرف حقی میزنید. آقا محمد بزرگوار، شما در جریان هستید که ایشون دو مرتبه اخیراً، یعنی دو مرتبه صحبت داشتن، یکی مفصل در 1.5 ساعت، دفعه بعدش هم تقریبا، من همینجا کلیپش رو خدمتتون نشون بدم که حدود 20 دقیقه صحبت داشتن. ما غیر از دروغ و خیانت و تلبیس چیزی دیگری ازشون ندیدیم و بارها هم این تحدی رو اعلان کردیم که آقای قزوینی ایشون رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرد که بیاد و از دروغ‌های قزوینی دفاع بکنه. ما هم یکی از دروغ‌های آقای قزوینی رو که همون تهمت زدن به کتاب سیر اعلام نبلا بود که گفته که آقای ذهبی امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدونه و ضعیف میدونه، ما گفتیم که اینجا قزوینی دروغ گفته و شریفی اومد خواست از این دروغ قزوینی دفاع بکنه، ولیکن به خاطر یک دروغ قزوینی چندین دروغ دیگه گفت. ما هنوزم اعلان میکنیم که شبکه جهانی وصال حق آماده است که با قزوینی یا نماینده های رسمی قزوینی که بخوان فقط از همین دروغ قزوینی دفاع بکنن که امام ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو تضعیف کرده. اگر که مردانگی و جرأت و شهامت دارن، شماره تلفن های ما زیرنویس شده، زنگ بزنن و دفاع کنن. حالا من خودم وجدانم آقای انصاری از شما چه بنام، باش صحبت کردم، میگه جواب تلفن من نمیده، هر چی زنگ میزنم پشت خطم جواب رد تماس میزنه. دروغ میگه، دروغ میگه. میدونی که آدم دروغگوی نیستم. ایشون دروغ میگه، شریفی دروغ میگه. شریفی. ولی عرض میشه خدمت شما، من چند دفعه باش تماس گرفتم از خود ایران، باش صحبت کردم، گفتن که هر چی زنگ میزنم این آقای انصاری جواب رد تماس میزنه. دروغ میگه، دروغ میگه. الان ایشون زنگ بزنه، همین الان من منتظر تماس ایشون هستم، از همون شماره‌ای که ما بلکم نکردیم، چند هفته پیش کسی دیگر از همون شماره زنگ زده بود، اتفاقا من همونجا اصرارم کردم که گوشی رو بده به شریفی، از همون شماره تلفنی که شریفی صحبت کرده بود کسی دیگری زنگ میزنه، از همکارانش، از دوستانش. ایشون اگر شهامت و مردانگی داره زنگ بزنه. و من که تو ایران هستم خبر دارم آقای انصاری بزرگوار جان، عرض بخیر، من خب اطلاع دارم این آقای شریفی اینی نیست، آخوندی نیست ها، خدا گواه هست، هر چی هست ایشون رو، ایشون هر چی هست برای ما شریفی و همراهان شریفی به اندازه لنگ کفش منم ارزش ندارن، منتها چون که آیت الله قزوینی مدیر شبکه ولایت ایشون رو به عنوان نماینده رسمی خودش تعیین کرده بود، ما به ایشون اجازه دادیم که زنگ بزنن و به عنوان کسی که بهشون وقت بدیم و باش گفتگو بکنیم و ارزش گفتگو رو داشته باشه، ما باش صحبت کردیم، اما دیدیم که غیر از توهین و اهانت و دروغ و تلبیس و خیانت چیز دیگری در چنته نداره. نه آقای، آدم باید حق و به قول معروف بگه. من خدا گواه چندین بار دیدم ایشون هیچ توهینی هم نکرد، وجدانن عرض می شود خدمت شما، همه ملت هم دارن می بینن، خدا گواه است انشالله من ندیدم روزی توهینی بکنه، نه به شبکیه کلمه، نه به شبکیه شما، نه به خود شخص شما، فقط داره دفاع کنه از عقیده‌ای که داره، دفاع کردن از عقیده، حرف به قول معروف حقی بزن، آدم باید حرف حق رو بشنوه. این اصلا این
سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، سخن قرآنه. این آقا میگه در قرآن، آقا میگه شما نقل همه رو بشنوید، اون اصل که اون به حق نزدیکتره مردم گوشش بدن. آقای محمد، آقا محمد از اهواز، هر کی میخواد بیاد بیرون. آقا محمد از اهواز، اینم ادب آقای شریفی. آه گوش کنید. بله گوش. به همین دلیل واقعا هم حتاکیاش، خب الان حتاکیا نمیپذیرن، هیچ انسان سلیم النفس قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت، هیچ انسان سلیم النفس قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت. آقا چرا حرف منو قطع میکنید؟ تو قول ندید 5 دقیقه ساکت باشی. اگر که چپ و راست رفتی، من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میزنی تا وقتی میفهمی داری فحاشی نکن. منافق و خائن، منافق و خائن رو بینندگان عزیز میشناسن. آقا در چارچوب موضوع صحبت بکن. دقیقا تو موضوعه، من دارم موضوع رو مشخص میکنم. یک نص از امام ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. ساکت باش آقا دوزه، ساکت باش، گوش کن. کنم من نفاق تو نشون بدم، هم کذب تو هم دروغگویی تو هم دوزی. بینندگان عزیز و گرامی، قضاوت با شما عزیزان. این آقای علی شریفی بود به نمایندگی از قزوینی، خیلی دوست داشت که با من مناظره بکنه. تضعیف این سه تا علما اهل سنت میرن به خاطر اینکه این دزدای آخر زمان که ملا زاده پول زدن. آقای علی شریف فرار نکن، قضیه ملا زاده رو مطرح نکن. آقای علی شریفی شما مرد هستی، از استاد دروغگو دفاع بکن. بسم الله. مفتی شریفی گفته غلط کردی، گفتی چون تو دیوان و ضعف و متروکی نیست. گنزری شما عبوراتی و عامی میبردی. من دارم صحبت میکنم تا میبینید گنزری میخوام دروغ تو رو کنم. نخیر، دروغ نیست، دروغ نیست. شما میخوای حاشیه بری، وقت رو تلف بکنی. آبرو تو موقعی رفت پول ملازر دادید. ببین آقای شریفی منافقت نکن، مرد باش، یک کیلو باش، مرد باش. حرف قزوینی رو دوستان کلیپش آماده بکنن. نص حرف قزوینی رو ما پخش کردیم، الان هم دوستان آماده میکنن، پخش میکنیم. شما لطفاً بگو که ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست و ضعیف است. بسم الله، یک کلمه از ذهبی بیار. خب تو که میگی سه ماه منتظر که من بتونم این سوال 20 تا زنگ کنم، قطعم کردی که دروغ بود. به خاطر اینکه بی ادبی، به خاطر اینکه تربیت نداری. اگر ادب و تربیت داشته باشی، اینجا کسانی اومدن یک ساعت هم با من صحبت کردن، من قد نکردم. من از دروغ‌های بقیه‌شون میگذرم، سراغ همین موضوعی که آقا میگه میرم. بسم الله. بخت اینقدر تو سواد نداری، خب بی سواد. اسم این کتاب ثقاتیه که لین بهشون. عزیزم در بندان یک شخصیت آقا این دیوان از ضعفا و المتروکین، دوستان عزیز نشون بدن. آقای انصاری تو اگه سواد داشتی میفهمید. آقای انصاری خب تو که نمیفهمی. بسم الله. نامرد اون کسی که قول میده و زیر قولش میزنه. گفتی 5 دقیقه وقت میدم، این حرف ذهبی رو میخوام بدونم، چرا قطع میکنی؟ بفرما حرف خود ذهبی در کجا گفته. آقا این دفعه اگر اومدی تو حرفم مشخص میشه نامرد کیه. من آقای نامحترم، دو دقیقه ساکت باش، بحث لفظ بذار جواب. آقای محترم، آقا 3 دقیقه تایم تو بگی تو حرف من نپس، 3 دقیقه وقت من بده تو موزم دارم صحبت میکنم. علی که حاشیه‌ام نره، کوچه بازی هم در نیاد، 3 دقیقه تایم بذار. آقای علی شریفی لطفاً صحبت بکنید در مورد دروغ قزوینی که گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی تضعیف کرده. خواهش، تایمر نمیذارم، همینجا تایم، همه بینندگان تایم بگیرن. بسم الله. مؤدب صحبت بکن در مورد موضوع، یک کلمه خارج از موضوع صحبت نمی‌کنی. دیگه ای بابا مسخره‌شو در آوردی تو با این اخلاقت. ساکت باش دیگه. خب تو اگر مردی تو حرفم نپر. بسم الله، ساکت باشی پس. من بالا کوه تو حساب کن. شما جهمیه رو کافر میدونی، یعنی از نظر آقای زهلی بخاری کافره. قرآن بوده؟ از حاتم دروغ بگم. قرآن بوده؟ از حاتم دروغ بگم. این نفاق ذهبی رو نشون میده. بسم الله. کسی دروغ عبدالقدوس ده خانم من رو کنم اینجا. توهین نکن آقای شریفی، مرد باش. گفتم یک کیلو باش، مرد باش و حرف ذهبی رو بیار که در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری گفته باشه. مثل سگ میترسی تو که بر تو مثل عضو هم خرب تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. خب عقل این آقا بندازی گاوه، این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. این احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رزل باشن، به قولی میگن شرم و بی‌حیایی
حد داره. دیگه به قول آبرو حیثیتی برای تو برای شما عرض کنم نماند. این خل و چله بلای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است. این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن. خب به این اندازه اکتفا میکنیم آقا محمد از اهواز. بله. حالا یکی مثلا میاد، حالا شما ببینید این کجاش مناظره و گفتگوست. خائن، منافق، دزد، کذاب، غلط کردی، گند زدی، سواد نداری، نمیفهمی، نامرد، نامحترم، بزکویی. شما رو با خدا، یعنی این ادب مناظره است که ایشون، شما از ایشون دارید تعریف میکنید. جناب آقای انصاری. جانم. جناب آقای انصاری، برادر عزیز. بفرمایید. عرضم این است، میخواستم خدمتون عرض کنم من همه این کلیپ‌ها رو دیدم، چندین بارم دیدم. من حقانه الله رو بالا سر بگیرم و قضاوت بکنم به همه بینندگانم میدونم. من فقط حق رو میشناسم، یعنی اگر پام بخوام بذارم رو حق، خدا انشاءالله این جونم رو بگیره. آقا محمد، آقا من اینو به خاطر این پخش کردم که جنابالی به عنوان یک انسان صادق و راستگو اومدید گفتید که ایشون با ادب و با اخلاق صحبت کرد. من گوشه هایی از ادب و اخلاق ایشون و استاد بزرگوارشون جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو نشون دادم که به مخالفینش سگ میگه، خر میگه، به مادراشون توهین میکنه. من گوشه ای از ادب اینا رو خدمتتون نشون دادم، چون شما گفتید که ایشون با ادب و اخلاق مناظره میکنه. من از شما یک درخواست دارم. شما میگید که من همه این کلیپ ها رو دیدم. شما به عنوان یک شیعه، آفرین، به عنوان یک شیعه، بله، بیایید در کجا ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است و ثقه نیست؟ بفرمایید. جناب آقای انصاری بزرگوار، خدمتت که عارضم، شما لطف بکنید تمام سخنرانی آقای دکتر قزوینی رو بذاری، یک کلمش رو گذاشتن، این از میشد خدمت شما چیزی رو نمیرسونه. همش رو گذاشتیم آقای محترم. آقا محمد خواهش میکنم این حرفا، آقا محمد خواهش میکنم وقت برنامه رو نگیرید. یعنی اگر من حرف وقت... موافقی با شما زدم وقت آدم درستی هستم. آقا محمد، آقا محمد آقا گوش کنید، این حرفا کنه شده. ما کلیپ کامل ایشون رو پخش کردیم، تو برنامه زنده پخش کردیم، مسخرش هم کردیم. اولین برنامه‌ای که کلیپ پخش شد در برنامه حجت بی حجت بود، بعد از اون ایشون اومد که میخواست از این دروغ دفاع بکنه، ما کلیپ رو کامل پخش کردیم. اگر شما ادعا میکنید که کلیپ قطع و برید شده، آقا محمد بزرگوار، اینجا ما باید به عقل و شعور بینندگانمون احترام بگذاریم. شما آقا محمد میخواهید که دفاع بکنید از آقای آیت الله قزوینی، لطف و بزرگواری بفرمایید کلیپ ایشونو خواهش میکنم. آقای محمد خواهش میکنم، حرف منو گوش کنید، خواهش میکنم. الله من فقط حرف حق رو میزنم. آقای محمد منم از شما حرف حق رو میخوام. شما گذاشتید یک کلمه بود. آقا محمد یک کلمه نیست، یک کلمه نیست. من طرفدار اونا نیستم. ببین آقای انصاری، من طرفدار حقم. من میگم آقا کسی رو اگر میخواید بشناسید باید تمام گفتارش رو دارید. تمام گفتهاشو به خدا، تمام گفتهاشو گذاشتیم، تمام گفتهاشو گذاشتیم و در چندین برنامه هم گذاشتیم. اگر جناب آقای دکتر قزوینی فقط وحامیت و بد و بیراه گفته، اگرم بد و بیراه نه به عنوان فحش خدایی نکرده، من ندیدم کسی فحشی در شبکه مثلا ولایت روزی که فحشی کسی به کسی داده باشه یا کسی رو تکفیر کرده باشه. حتی آیت الله قزوینی میگن مثلا آقا اون وهابیا رو هم دعا براشون میکنن. به ماها میگه آقای محترم، من از همه حرفاش میگذرم، میگه برید از مادرهای مشنگتون بپرسید که شما چرا دشمنی دارید با علی و اهل بیت. شما رو با خدا، چرا به من میگه از مشنگم بپرسم؟ برادر من، من خب اینجا این طرفدار شما هستم. من میگم اینجا آقا ما هر کی بودیم، الان همه مردم دیدن تو جریانات انتخابات آقا وقتی فرمایش کرد آقا کسی که با من دشمنم بیاد رأی بده، مردم وقتی اقامه سیستارن میرن رأی میدن. حالا شیعه سنی نداره، ما اهواز کم سنی داریم، مثلا من تنها هستم. آقا محمد بحثمون به یک جایی برسه، به یک نقطه پایانی برسه. شما لطف کنید همین کلیپ آقای قزوینی رو که میفرمایید ما یک تیکش رو گذاشتیم در مورد امام ذهبی، همین رو کامل پخش بکنید یا حرفشون رو کامل بگید و از ایشون دفاع بکنید.
بفرم. آقا تمام ذهبی خیلی حرفا زده، عرض می شود خدمت شما آقای، خیلی ما تو آقای مجلسی هم حدیث ضعیف هست، توی نمیدونم صحیح بخاری هم خودتون فرمایش 20% حدیث های ضعیف هست. دروغه، من نگفتم، من نگفتم این دروغه، من نگفتم اینو، دروغه، من نگفتم 20% بخاری ضعیف هست، اینو من نگفتم، دروغه، هر کسی گفته دروغه، هر کسی گفته دروغ گفته. درست ندارم. من نگفتم، من نگفتم، به من دروغ نبندید آقا محمد، من نگفتم اینو، من نگفتم. نه آقای هاشمی گفت. آقای هاشمی هم نگفته. آقای هاشمی هم نگفته. من خودم باشه صحبت گفت. آقای هاشمی هم نگفته 20% بخاری ضعیف است. نگفته. والله گفتم. بالله گفتم. 20% 20% 20% بخاری ضعیف است، این آقای هاشمی نگفته. من خودم اینو شنیدم به گوش خودم. سبحان الله. خب اینجا مسئله آقای هاشمی نیست. شما گفتید که آقا محمد، آقا محمد شما گفتید که تو گفتی به من گفتید این مسئله رو، اما من نگفتم در مورد بخاری که 20% ضعیف است، این دروغه. من ندارم آقای، صدا خط میشه. خب تشکر میکنم، صدا ندارید شما، حرف آخریتون رو بگید آقا محمد، با شما خداحافظی میکنید. آقا محمد، آقا محمد از اهواز، من خواهش میکنم، من خواهش میکنم عزیزانی که میخوان از قزوینی و شریفی دفاع بکنن بیان همون مطالبی رو که ما از اینها پخش کردیم واقعیتشو بگن. آقا محمد شما که به دنبال حق هستید، یک آیت اللهی مدیر یک شبکه در روز روشن میاد دروغ میبنده، میاد دروغ میبنده به یکی از بزرگان اهل سنت. من الان خوب شد که این قضیه پیش اومد که من یک کلیپ رو اینجا خدمتون پخش بکنم. احمد جان این کلیپ رو پخش بکنید. اینها کتاب الدرر الکامنه فی اعیان معت سامنه، دیگه آقای ابن حجر عسقلانی به قول آقایان جز چهار نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره این چهار نفر هستن. ببینید ایشون میگه آیت الله قزوینی روایتی رو، حرفایی رو میارد از کتاب ابن حجر عسقلانی. این انسان منافق، و من وقتی که میگم منافق به اینها، اینا منافق به معنای کلمه هستن و ثابت میکنم منافق هستن، الان ثابت میکنم که اینا منافقن و منافقین در صدر اسلام بودن، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، الان هم هستن و تا قیامت هم خواهند بود. میگه که ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه در این کتاب گفته، چی گفته؟ با هم میشنیم. و من هم من ینسبه الى الزندقه لقوله ان النبی لا یستغاث به و این فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم از علمای بزرگ علیه ابن تیمیه فتوا دادن، چنین کردن، چنان کردن. خب اینها نمونه‌ای برای شما عرض کنم چیزی. الان شما چه فهمیدید از این کلیپ؟ این میخواد بگه که ابن حجر عسقلانی در این کتاب اومده در مورد ابن تیمیه این حرفا رو زده. من تقریبا 1.5 سال قبل کلیپ دیگری که در یکی از این برنامه شبکه ولایت در همین مورد صحبت کرده بود آوردم پخش کردم، کتاب الدرر الکامنه رو آوردم همینجا جلوی دوربین نشون دادم. چند روز پیش باز دوباره همین دروغ رو تکرار میکنه در شبکه‌اش، در حالی که در این کتاب ابن حجر عسقلانی دفاع میکنه از ابن تیمیه. در کتاب الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی در اینجا میاد از ابن تیمیه دفاع میکنه و حرفهای اینها رو رد میکنه در جلد 1 صفحه 183. من فقط یعنی مختصری بعد از اینکه میگه که مثلا بعضیا این چیزها رو نسبت دادن به ابن تیمیه و فلان کردن، این میاد چی میگه؟ هیچ چشمی مانند او را به خود ندید و خود او نیز مانند خود را به چشم ندیده بود. در تفسیر قرآن سخن می گفت و عده زیادی در مجلسش شرکت کرده و از دریای جوشان او برای خود جرعه می گرفتن و از گلستان دانشش بهره می بردن، تا اینکه برخی از امشهریانش نسبت به او حسادت ورزیدن و عده را تحریک کردن تا از او ایرادهایی گرفته و وی را به خاطر آن تبدی کنن و تیرهای تبدی را به سوی او نشانه گرفته و گمان کردن
او از مسیرشان جدا شده و میان آنها تفرقه ایجاد کرده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه با آنها منازعه کرد و آنها نیز با او منازعه کردند. او با برخی از آنها قطع رابطه کرد و برخی از آنها نیز با او قطع رابطه کردند. ببینید که ابن حجر عسقلانی در ذیل این حرفایی که نقل میکنه از دشمنان شیخ الاسلام ابن تیمیه چی میگه، و این آخوند منافق میگه ببینید این ابن حجر، اول میاد تعریف میکنه این ابن حجر یکی از چهار نفری هستن که اهل سنت نمیدونم فلان، تعریف این شخصیت رو میکنه، بعد سخنی رو از ایشون نقل میکنه، نسبت میده به خودش، نسبت میده به ابن حجر عسقلانی، کتابی که رد میکنه، کتابی که دفاع میکنه از شیخ الاسلام ابن تیمیه، این کتاب رو میاره طوری وانمود میکنه به بیننده که انگار در این کتاب بدگویی است از شیخ الاسلام ابن تیمیه از زبان ابن حجر. این نمونه ای است آقا بیان از این دروغ دفاع بکنن، از این، از اون که گفته بود که ذهبی در سیر اعلام نبلا و یا در کتاب های دیگرش. من اینجا اعلان میکنم تحدی به قزوینی و شاگردانش و 200 تا مرجعی که تو شبکه ولایت دارن برای اینا برنامه میسازن. مرد هستید، جرأت دارید، واقعا اگر فرزند پدرانتون هستید بیایید از این دروغ قزوینی دفاع بکنید که آقا در کجا ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست و ضعیف است. اگر این شهامت و مردانگی رو در خودتون دارید بیایید از دروغ استادتون دفاع کنید. Allah 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 Allah